دوستان و بینندگان عزیز سلام بار دیگر به لطف خداوند از طریق برنامه مسیح در خانواده در خدمت شما عزیزان هستم و این مجده را دارم که در این سری برنامه های جدید از امروز من در کنار خواهر ساری که عزیز خواهم بود ایشان هم همراه ما خواهند بود در این برنامه و با هم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم ساریک جان شما اگر صحبتی دارید بفرمایید منم به نوبه خودم خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و دعا میکنم که بتونیم دقایق خیلی پربرکتی رو در کنار هم داشته باشیم به برنامه ما خوش آمدید حتما خیلی از شما عزیزان ساری که عزیز رو میشناسید ایشون همسر کشیش جورج هفزپیان هستند که شبانی یکی از کلیساهای لس آنجلس رو به عهده دارند و همراه ساریک ما یک سری برنامه در مورد ازدواج و روابط خودمون با هم در این ازدواج رو تدارک دیدیم که امروز راجع به خود ازدواج که یک تعهد هستش که زوجین با هم این تعهد رو به عهده میگیرند که وارد یک مرحله جدید از زندگی بشن دقیقا. یک تغییر و تحول در یک ازدواج به وجود میاد ولی خب باید آگاه باشیم که امکان داره که یک چیزهایی ناآگاهانه یا به طوری که ما اصلا ازش خبر نداشتیم وارد این زندگی بشه و به خاطر همین هستش که خیلی بهتر قبل از ازدواج این تصمیم رو وقتی میگیریم راجع به همدیگه و مسائلی که امکان داره در آینده در این ارتباط بروز بده آگاهی داشته باشیم و ناآگاه بودن از این مسائل و مشکلات هستش که خیلی وقتها بحرانها رو وارد زندگی زوجین میکنه ازدواج رو با عشق و علاقه شروع میکنیم که خیلی هم خوبه و که یک آغاز هستش ولی هیچ زمانتی نیست که این عشق و این علاقه و این شیرینی به همین صورت و به همین ثبات خواهد برسته دقیقا برد. ولی اینکه خب چطور مشکلات بروز میدن و در مورد این مشکلات چه باید بکنیم یک سری فنونی هست که باید یاد بگیریم اصلا ازدواج ارتباط خودش احتیاج به تغییر و تحول داره و سایک جام به خاطر همین هم که خیلی از زوجین میخوان که در اون حالت صبات و راکت بمونن هستش که این ارتباط تخریب میشه و به ویرانی میره چون که این قدم برداشتن در بین همه زوجین وجود نداره که اشکال رو مشکل رو و بحران رو شناسایی کنن و بعد در این شناسایی قدم بردارن که چطور میخوان این مشکل رو که حالا شناسایی شده از میان بردارن بهاش مبارزه کنن تمرین هایی هست که احتیاج داریم انجام بدیم و حالا این شناسایی ها و این مبارزه های مهارت هایی لازم داره که ما باید یاد بگیریم ولی قبل از اون عواملی هستش که باعث عدم ایجاد یک ارتباط سالم و سلامت هست و میخوایم امروز راجع به این عوامل عواملی که مانع این ارتباط خوب هستش صحبت کنیم و من صحبت رو میدم دست ساریک عزیز که شروع کنید و کمک کنید که بدونیم که چه موانعی هستش که در زندگی باید شناسایی بشه من یه آیه از کلام خدا رو میخوام اینجا عنوان کنم از هوشع باب 4 آیه 6 که خیلی دوست دارم این آیه رو و کاملا به این مطلب ما میخوره که خداوند میگوید قوم من از عدم معرفت حلاک شدند بله. در واقع این عدم معرفت، عدم آگاهی از بعضی چیزهاست که باعث میشه که مشکلات در زندگی به وجود بیاد و من اینجا میخوام اولین نکته رو عدم آگاهی از مهارت زندگی عنوان کنم ام. که در کوتاه مدت اشکالی نداره ولی وقتی که ازدواج طولانی میشه و به فیض خدا سالها طول میکشه در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه عدم آگاهی و همونطور که شما فرمودید عشق و علاقه میتونه یک محرک خوب باشه برای شروع کردن اما برای ادامه زندگی کافی نیست ام. تا وقتی که همه چی خوبه، امن و امان هممون شاهد میشیم که مسائل جدی در خانواده نیست و وضعیت خیلی عالیه اوایل ازدواج بله. شما موافقین، لذت هم میبریم <applause> بله و من میتونم اینو اینطور تشبیه کنم به دو نفری که نشستن توی یک قایق امن و دارن لذت میبرن آسمان آبی نمیدونم آب. خورشید بله آب های آرام و طوفان ها. ها نسیم مدایم و یه طوریه که اوایل ازدواج همه چیز جو مثل که مساعد برای لذت بردن فقط اما ای کاش وضعیت همیشه همینطور باقی بمونه درست. که نخواهد ماند نه هممون هم میدونیم که جلوتر هرچی پیش بریم در زندگی طوفان ها ممکنه تلاطمات زندگی بیان و این قایق رو دوچاره بگیم ناامنی بکنن بله. حالا به نظر شما این دو نفر به چی احتیاج دارن وقتی که قایق خیلی دیگه در تلاطم و درگیری باشه یکی کسی که سوار قایق میشه به نظر من حتما باید شنا, شنا کردن <تصفح> 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 یا اصلا حداقل بتونه پارو بزنه, پارو بزنه. اگه هیچ کدوم از اینا رو بلد نباشه که دیگه هیچی کاملا میفته توی مشکل البته توصیه میشه که مشاوره و آمادگی قبل از ازدواج دو نفر داشته باشن که بعدا با هم ازدواج کنن اما آرمین جا من فکر میکنم هممون اینو میتونیم تاکید کنیم که یه مسائلی هستن که بعد از ازدواج خودش رو نشون میدن پس چیکار باید بکنیم اون فرصت های طلایی را که خداوند آماده میکنه برای ما از دست ندیم برای یادگیری چون اینجا تاکید ما روی چیه یادگیری مهارت ها و زوجین باید این فرصت ها رو استفاده کنن و تکنیک ها و مهارت های جدید رو یاد بگیرن که ادامه بدن در همون رابطه خوبی که شروع کرده بودن و یادگیری میخوام اینجا خیلی تاکید کنم که یک جریان دائمیه یه چیزی نیست که یه چیزا یاد بگیریم تم شد و رفت لیسانسمون رو میگیریم مدرکمون رو گرفتیم و میذاریم زیر بغلمون نه اینطور نیست تا پایان عمر با یادگیری سر و کار داریم و این یادگیری هاست که ما رو کمک میکنه عوض بشیم و کلام خدا چقدر قشنگ در خیلی جاها ما رو تشویق میکنه که عوض بشیم و یک چیز تازه در ما ایجاد بشه در مورد غالب های فکری گذشته بخوام بگم که شما هم حتما در این رابطه میتونید یه چیزی بگین که یک چیزایی هستن که از گذشته یه غالب های فکری هستن که ما رو اسیر خودشون میکنن و ما ممکنه دائما همش استناد بکنیم به گذشته به اون روش هایی که از گذشتگانمون یاد گرفتیم چون هر کدوم از یه خانواده ایم درسته. و حالا اومدیم دو تا شخصیتی هستیم که دیگه تو اون خانواده نیستیم و کاملنه. باید که در مورد هم یاد بگیریم و همینطور اگر که من در یک خانواده خصوصیاتی در خانواده من بوده این نش... م... مبری برای نیست که همسر من هم حتما باید اون خصوصیات رو داشته کاملا. باشه و به با همین خاطر که نباید که در گذشته خودمون بمونیم شما درسته. درست, درست اگه در گذشته بمونیم که هیچ تحول خاصی رو هم تجربه نخواهیم کرد و همینطور ادامه میدیم میتونیم از گذشته تجربیات یاد بگیریم درسته. از تجربیات پدر مادرامون بانه. و غیره اما کافی نیستن و زندگی ما امروز ایجاب میکنه که چیزهای جدید یاد بگیریم تکنیک های جدید که بتونیم بهتر در کنار همسرمون قدم برداریم چون بعضی مسائل هستن که به مرور زمان احتیاج به یک بازنگری و اصلاح دارن مثل تعلیم و تربیت بچه درسته مهم. یا مثلا میتونیم در مورد دخل و خرج خونواده ارتباط با خویشاوندان خودمون و غیره اینجور همه اینها احتیاج به یک بازنگری دارن و یک موضوع دیگه مثل که زیاد دارم صحبت میکنم اینه که سطح توقع زن و مرد فرق کرده نسبت به گذشته گذشته خیلی آسونتر بوده بله. خیلی محدود بوده فکر میکنم نیازها و نگرش زوجین به زندگی درسته؟ درسته و من فکر میکنم که دلیل اصلی میدونین چیه این بود اینه که زیاد همدیگر رو میدیدن زوجین و با هم صحبت میکردن وقت داشتن برای صحبت کردن ولی امروزه اینقدر مسائل و مشکلات زیاد شده مسائل کاری مخصوصا که زوجین بیشتر اشتیاق دارن که با هم وقت بگذارن و با هم صحبت بره. بکنن یعنی این کمبود چون احساس بره. میشه بره. به خاطر همینه که بره. ما زیاد روی این موضوع تاکید میکنیم که حتما مهارت های زندگی رو یاد بگیریم آگاهی داشته باشیم بره. که تحول ایجاد بشه در زندگیمون درسته یکی دیگه از نکات مهم هم اینه که ما نکات مثبت همدیگر رو نمیبینیم درسته یعنی خود. تا اینکه یه مشکلی وارد زندگی میشه تا اینکه یک مسئله بحرانی وارد میشه همه چیز سایک جان منفی میشه همه چیز خاکستری میشه و همه چیز بد میشه این مصبت، نکات مثبت رو ندیدن خودش میتونه یک موضوع مخربی باشه که در زمان حمله یا در زمان بحران یا در زمان مشکل وارد زندگی میشه و کلام خدا در این مورد میگه که ابلیس را مجال ندهید در کتاب افسوسیان باب 4 آیه 27 بله. مجال ندهید یعنی چی یعنی اینکه همین این که ما لج می کنیم همین که غهریم همین که همش نکات منفی همسر خودمون رو می بینیم همین که شکایت می کنیم اینا همشون مجال های و فرصت های که دست شیطان می و می توانیم این طور عنوان کنیم مجال دادن به شیطان مثل که تمام درها رو به روی شیطان ببندیم درست و هیچ فرصتی بهش ندیم که وارد زندگی ما بشه تمام حتی روزنه های کوچیک رو ببندیم و اجازه ندیم که دخالت کنه در مسائل واقعا. بلی. چون کلام خدا دوباره میگه که شیطان در کمین است اه. همین کوچکترین درز میتونه براش میدانی باشه که وارد بشه و اونجا هدف خودش رو که تخریب این زندگی تخریب ارتباطه و از بین بردن اتحاده رو انجام بده پس باید هوشیار و بیدار باشیم و همچنین در کلام خدا میگه که ما صنعت دست خداوند هستیم چطور میشه صنعت دست خداوند منفی و اشتباه و نادرست باشه پس چیزهای خیلی مثبت و خوبی در وجود ما هست در وجود همسر ما که زمانی که این عصبانیت پیش اومده و ما این مسائل مثبت رو نمی بینیم این خلقت مثبت و زیبا و خوب خداوند رو نمی بینیم و در قهرها و شکایات و غرغرها می خواهیم که این صنعت دست خداوند رو جور دیگه جلوه بدیم دلست. که دوباره شیطان حمله کنه و ام. همه چیز رو خاکستری و بد کنه آیه. کاملا همینطوره پس مجال ندیم به شیطان و از کاهی کوهی درست نکنیم ام. نکات کوچکی ممکنه باشن اینجا اما باید چکار کنیم جلوی این منفی بافی ها رو بگیریم و اجازه دخالت کردن شیطان رو ندیم ندیم درسته. و دیگه در مورد احساس حقارت و کم دیدن خود ساریک جان میخواستم اشارهی بکنید که اون هم یکی از موانعی هستش که در جلو بردن این ارتباط خوب میتونه مخرب باشه درسته بله این موقعی پیش میاد که یکی از زوجین همیشه به خاطر اینکه در خانواده مشکل ایجاد نشه همیشه کوتاه میاد کوتاه اومدن خیلی خوبه به شرطی که هر دو نفر از زوجین گاهی وقتا این رو انجام بدن این درست نیست که همیشه این بار روی یک طرف باشه چون در این صورت شخص شخصیتش اصلا کاملا زیر سوال میره و تبدیل میشه به یک موجود خودکمبین و کسی که احساس حقارت و کوچیکی میکنه و فقط میخواد که آرزوها و اهداف همسرش رو به عمل به جا بیاره درستم. شما چطور فکر کردید به نظر من یک ارتباط بیماری هستش که من یا همسرم از حقوق و حق و نظرات خودش بگذره و کم کم این شخص منظوی میشه و این ارتباط سالم نیست هم. زمانی یک ارتباط سالمه که ما هر دو بتونیم که اون سهمی رو داشته باشیم که نظرات خودمون رو در زندگی بگیم دقیقا همینطوره و مورد دیگه هم تفاوت شخصیتی هستش که یک نفر منزویه یک نفر خیلی معاشرتیه یک نفر خیلی به اصطلاح درونگراست اون یکی برونگراست اصلا ما زن و مرد متفاوت خلق شدن و این اصلا خودش زیبایی زندگی اگر غیر از این بود زندگی خیلی کسل کننده درست فکر میکنم همین, همین تفاوت زیبایی زندگی و مهارت این که این تفاوت رو به یک بالانس و یک حد خوب برسونیم این خودش باعث میشه که ما بتونیم با مشکلات بهتر دست و پنجه نرم کنیم کاملا همینطوره موافقم شما دوستان به لحظات پایانی برنامه رسیدیم برنامه های ما رو دنبال کنید در برنامه آینده یکی دیگر از موانع راجع بهش صحبت خواهیم کرد و همچنین در آینده راجع به این که این موانع رو چطور از سر راه برداریم این مهارتها ها رو بهشون اشاره خواهیم کرد همراه ساریک عزیز و از شما دعوت میکنم حتما این برنامه ها رو دنبال کنید تا بتونیم کمکی باشیم در بهبوت رابطه شما عزیزان با همدیگر منم به نوبه خودم خدا می کنم و دا همراه شما تا دیداری دیگر خدایا رو نگه دارید.